رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. باتیس جان الو، اگر ایشون جانم بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر دکتر. من یه سال کلی دو تا سال کلی داشتم نه صبر راجبه کنید، شما روی بلندگو اینا که نیستی چون با فاصله صدا. من الان وارد بله لطف. الان بهتره؟ خیلی بهتر شد، بفرمایید. اوکی، خواهش می‌کنم. من سال کلی داشتم راجبه ترو این تنترم برای راجبه چی؟ سه ساله. راجبه ببخشید، چی هست؟ راجبه چی راجبه سوال ترو داشت؟ این تنترم به فارسیشو دقیقا نمیدونم چی میشه، یعنی خب برحال برحال عصبانیت و خشم بچه ها. خب آها بله، برای سن 3 ساله میخواستم ببینم بس ریاکشن چیه که میتونیم داشته باشیم، بذاریم گریه بکنه یا تو تایم اوت بفرستیمش یا آخه عزیزم برمیگرده که موضوع، ببینید عزیز، اولا یه همچین چیزی درسته که بچه ها یه بازی در میارن که جنگ قدرته، ولی اولا در بسیار اینقدر شدید نیست. اینو معمولا تو خانواده ها در یه جامعه مانند اروپا امریکا مطرحش کردن که پدر مادر بچه ها رو میذارند و میرند و در محیط غیر از خانواده بزرگ میشن و خیلی زود قبل از اینکه توانایی تشخیص خانه و محیط خانه رو محیط اجتماعی رو داشته باشن، به دلیل اینکه درگیر نوعی از روابط میشن که در اونجا مسئله قدرت مطرحه و حتی سوء استفاده از اون، این حالا پیدا میکنن. ولی بچه‌هایی که تو خانواده هایی که پدر مادر کنارشون رو بزرگ میشن و مهد کودک خوبی میرن، معمولا هم که چیزی ندارن. یعنی من اصلا هیچ کدوم از دوتا بچه‌هام با وجود که پسرم بودن اصلا یه همچین چیزی ما باشون نداشتیم. یعنی میخوام به شما بگم اینو فکر نکنید که یک درست برچسبی روش زده شده، ولی این به دلیل ویژگی های خاص پرورش تعلیم تربیتی است که بچه ها از کودکی یا از چند ماهگی میذارن تو مهد و در حقیقت کسان دیگری غیر از پدر و مادر از بچه ها مراقبت کنند. دوم، من و شما تو اونجایی که ممکنه به بچه ها نه نباید بگیم، حتی وقتی درخواستشون کمی اضافه است، نادرسته، حتی کمی بده، غلطه، باید کوشش کنیم کمکشون کنیم بین مثلا 1 تا 3 سالگی که تو اونجایی که ممکنه بهشون آزادی عمل بدیم و کنارشون بیستیم. اما وقتی میگیم نه باید مطمئن باشیم که باید بگیم نه، و وقتی که میگیم نه باید اوضاع رو ارزیابی کنیم که تا آخرش میتونیم بیستیم. یعنی اگر من تو خیابون بچه‌م این بازی رو در آورد، خودش رو پخش کرد روی زمین و اونجا دیگه مجبورم اینجوری باش کنار بیام، بهتره یک اولا خیابون نبرمش، دو اونجا هر چی گفت بهش بدم که کار به اونجا نرسه، چون من نباید بذارم او برنده بشه. بنابراین وقتی که اینا رو مواظب باشیم، موارد کمی ممکنه پیدا بشه که او یه کاری میکنه. حالا اگر کاری که میکنه خطری برای خودش و دیگران به صورت جدی نداره، بی‌اعتنایی مطلق، گویی نه من میبینمت، نه میشنومت، نه حس میکنم، نه اصلا اهمیت داره کاری که میکنی، بهترین طریقه خاموشی و فراموشیشه. ولی اگر دست به یک کاری میزنی که خطرناکه، اونجا باید مانع شد و برای مدت حتی با وجود که بچه مثلا 3 سالشه به مدت 7-8 دقیقه با حالت غمگین و ناراحت محیط رو برش سنگین کرد که فکر تکرار رو که اون رو به عنوان تقویت مثبت positive reinforcement بگیره یا تشویق تلقی نکنه. ولی خب این برمیگرده به ویژگی بچه ها که اولا ما چگونه باشون بودیم و با کیا بوده، دوم برمیگرده به زمینه مقداری خشمی که یا عصبانیتی که مایه ارثی داره، بعد مرتبط میشه به اینکه جنگ قدرته ما چگونه باشون برخورد کردیم، یعنی اون پاور استراگل چقدر بوده تو خونه من به عنوان پدر و مادر، بکنه نکنه، باید و نباید داشتم، که حالا نوبت اوست. برای که بچه به یه مرحله ای میرسه که فکر کنه مثل ما میتونه تصمیم بگیره، فرمان بده و عمل کنه. بنابراین مانوری رو باید کرد با توجه به شرایط. حالا مثلا اگر شرایط وقتی که تلویزیون میخواد ببینه بیشتر از 1 ساعت و اینکه من دیگه اونو معمولا باید به پلیس خبر داد بیان ببرن. عزیز من خب همین باید نباید، کی گفته 1 ساعت؟ کی گفته 40 دقیقه؟ نه، کی گفته 2 ساعت؟
همین نکست کوشن هم همین بود، اصلا تا چه آخه، آخه میخوان شما دیگه دارید که قانون سالمه میسازید که عزیز دل من، شما دارید قانون قاید. ببینید عزیز، اصلا شما نمیتونید به بچه بگید تلویزیون تماشا نکن، اصلا مهمش اینه که یه چیزی پیش پاش بگذارید یا جلوش بگذارید که او خودش تلویزیون خاموش کنه بیاد. شما به پسرتون، به باباش میبره باش کشتی بگی، خودش خاموش کنه میاد باباش کشتی بگیره، تموم شد. ولی خب دکتر چشم پزشکش گفت برای در این سن بالاتر از 2 ساعت اصلا ریکامند نمی کنم، چون کاملا ایسکی هر دیولوپمنت. کاملا کاملا حرف دکترش درسته، ولی وقتی که حرف دکترش درسته که به شما اجازه نمیده که زور بگید. خب مثلا اینکه شما دستور بدید اصلا هیچ کس قرار نیست سیگار بکشه، مشروب خواهد. تمام سیگار رو جمع کنید، تمام مشروب رو جمع کنید، اصلا کسی حق نداره چربی بخوره، چربی که گوشت قرمز اصلا کسی. عزیز من نکنید همچی کاری رو. خب ایناست که بچه رو هم دارید به جنگ قدرت. یعنی من مانیتور سکرین خیلی برای دیولوپر برینش و منتالیتی نه من نه من نمیدونم عزیز من، من کی گفتم نیست. از یک خب دفعه دیگه یکی از عرضمو سنتای تکرار بزرگ میکنم. همینه، مانیتور نه خیلی بزرگ. عرض من خدمتتون اینه که شما نمیتونید به بچه بگید تلویزیون تماشا نکن، شما باید یه راهی پیش بگید پاشو بریم خونه خاله، تلویزیون خاموش کن راه میفته، بیا بریم بیرون تو حیاط فوتبال بازی کنیم، تلویزیون خاموش کن راه میفته. عرض من این است که دستوری عمل نکنید. من کی گفتم بچه؟ معلومه من همه چیز خوب رو تو وجودش میکارم، هر چیز بدی رو هم ازش دور میکنم، اما به طریقی که او فکر نکنه دستور فرمان باید نباید حکمه. برای که وقتی بچه رو اینجوری که پر از یک ساعت خاموش میکنین، شما در حقیقت تبدیلش کنید به یه موجودی که شما به دلیل قدرتتون کنترلش میکنید. چرا شما میتونید برنده بشید؟ برای که زور دارید. روزی که او زورش رسید چی؟ روزی که او فکر کرد که مثلا با قهر کردن و سرش رو به زمین زدن خودشو پرت کردن مجبور میکنه شما رو بهش توجه کنید، روزی که شروع کرد به جیغ زدن گریه کردن، چرا اون استفاده نکنه؟ به جنگ مثلا من قدرت نباید برسه. هندونه رو قاطع کردم یه شکل دیگه شده، یکم چاقو اون ورتر رفته شکلش فرق کرده، یه هایی میشینه جیغ میزنه گریه میکنه عشق میریزه که من بعد اونجوری که اون شکلی که دقیقا میخواد میپرسم دیگه جواب نمیده، اون چیزی که میخواد انجام میدم اصلا معنیش نگذاری جنگ تو این قدرت صورت دیگه محل ندارم. سب کنید مطلقا معنیش نمیزید اصلا میزید کار نگه. دوم یه هشدار یعنی بذارم گریه کنه تا خودش آروم بشه یا دیسترکشن میشه؟ شما دارید به سب کنید هیچ عزیزم. وقتی میگم بی‌اعتنایی مطلق یعنی اصلا دنبال راه نگردید که چیزی که بهش بدید یا پدرش بیاد بگه این کارو بکن. من میخوام یه پک ببینید عزیز، من تو سی دی بخش اول این آوردم اصلا مغز چگونه کار میکنه. چرا در لاس وگاس هر کسی که میره 95% مردم که میبازن، اون 95% هم بیش از 90%شون تا آخرین دلارشون رو میبازن. چرا؟ برای که سیستم میدونه چگونه از طریق پوزیتیو رینفورسمنت و فقط از این طریق پوزیتیو رینفورسمنت تقویت مثبت همه پولای ما رو بگیره، برای که قاعده رو میشناسی. وقتی خدمتتون عرض میکنم فرزند شما کاری میکنه که مثلا به گفته شما هندونه رو اونجوری در آورده شکر گیری کرد، مطلقا معنیش نمیذاری. نه اون به این چی میسه که من اصلا مثل که نیستم، گریم مهم نیست، جیغم مهم نیست، کارم مهم نیست، پس بگی یا ولش کنم. دو دفعه سه دفعه که معنیش نزدیم ول میکنه. اما شما الان دارید یه پیام دیگه من میدید، یا این کار سرش آوردید که او داره با شما این کار رو میکنه، یعنی متوجه شده که همه چیز قدرته، یا زمینه وسواس رو داره. اگر تو خانواده پدری و مادری ابسشن هست، وسواس هست، استراب شدیده، این علامت اونه. اینجا ما یه موضوع دیگه تمیزی رو داره، اینو میدونم که مثلا تمام وان همون رو خوش میکنه، بعدی که بعد گرفت یک لکی کوچیک باشه روی زمین سری میره تی میکشه، سری مرتب وایپ میکنه دهنش رو وقتی غذا میخوره. اینو میدونم که شاید وسواس باشه، شاید هم به خاطر کرونا که مرتب تو سکول بهش گفت. نه شما من سوال من رو لطفا جواب بدید. تو خانواده پدری و مادری شما، تو خانواده پدری و مادری همسرتون، خاله، عمه، پسر خاله، دختر دایی، بابا بزرگ، مادر بزرگ، کیا وسواسی بودن؟ من شخصا خودم وسواس تمیزی هستم، بله. بنابراین به پدرش بگید که برای مادر بهتری برای این بچه پیدا کنه. مادرش چقدر پدر خوشحال میشه. نه از بله مادر بیشتر خوشحال میشه. نه زمینه ارثی داره عزیز. اوکی. بله مادر بزرگ منم وسواسی بودن خیلی، مامان منم بودن. بعد
بنابراین شما اونجا درمان وسواس برای بچه چی هستش؟ هیچی. بنابراین کوشش کنید که مثلا فرض بفرمایید حرف این است که ما میریم حمام، بعد با سرعت حاضر بشیم بریم اسباب بازی فروش، یا با سرعت حاضر بشیم بریم بیرون بستنی بخوریم، به طوری که کم کم به این نتیجه برسه که میشه حمام ول کرد و رفت به خاطر یه چیز خوب. اینکه موفق بشید رو نمیدونم، ولی بعد وقتی این زمینه وسواس هست عزیز، درست مثل چیزی که به هر حال شما ای بسا تا سنین بالا هم گیر و گرفتارش هستید، تنها کاری که میتونید بکنید محیط نباشه که درش در حقیقت نوع کنفلیکت و تضاد و جنگ باشه، و یه محیط امن و آرامی باشه. اگر اونو بتونید فراهم کنید امیدی برای خیلی کار هست، و الا خیلی مسئله مشکل خواهد و اون زمینه ارثیه مسئله شماست. یعنی شما اینجا با مسئله اخلاق و رفتار روبرو نیستید، درست مثل من و شما که باید نفس بکشیم طبیعیه، یا باید غذا بخوریم یا بخوابیم، کارش نمیشه کرد. یه ذره محیطش رو امن و امان کنید، خیلی بکن و نکن و باید نباید نباشه، خود شما هم یه مقدار مواظب باشید که این کارا رو به گونه جلوش نشون ندید که در حقیقت برای او تشدید بشه این وضعیت. من یه سوال کوچیک دیگه سریعاً بپرسم. حتما تشکر. این حدود دو سال و نیم دیگه رگولاری، قبل دو سال و نیم دیگه اسکول نمیفرستادمش، پیش خودم بود مرتب، ولی بعدی که اسکول رفت حدودا خوب بود، خیلی خوب بود، فقط اسکولش رو مجبور شدم عوض بکنم. الان جای جدیدی که میره حدود 10 روزه، حدود چندین ماهه که میرفت، it was okay. میگفت وقتی که دوست ندارم این اسکولو نمیخوام و اینا، ولی خب it was just... ولی الان که تو دراپ آف خیلی گریه میکنه، 10 روزه پشت سر هم، بعد معلماش میگن که هیچ اتفاق خاصی نیافتاده. بعد بعضی موقع ها اینا تو ماچ اکادمی هستش، بهش هوم ورک میدن برای این سن، مثلا A, B, C و نامبرز، که من خیلی اصلا محفظ نیستم. این چجور مدرسه فرست دادی؟ من دارم جای دیگه میخوام بفرستم. ببینید عزیزم، ببینید ببینید چرا من خواهش کنم تولد تا 3 سالگی بخش اول رو بشنوید. ببینید عزیز، بچه تا 6 سالگی، من یه چیز میخوام، بازی، اسباب بازی، هم بازی، اصلا برای من مهم نیست چیزی یاد میگیره یا نه، اصلا مدارسی که یعنی مدارسی که اینقدر نظم و ترتیب دارن، فقط برده و بنده برای جهان مادی و اقتصادی دنیای امروز فراهم میکنن، چه مارکسیستی باشه چه کپیتالیستی و سرمایه داری. نه نکنید عزیز، یه بذاره بسید آزادی باشه. ببینید عزیز، بین 1 تا 3 سالگی اگر 50 تا بیماری روانیه، 25 تاش مال 1 تا 3 سالگی، و 1 تا 3 سالگی 2 تا چیز بچه فقط میخواد: آزادی بدون آسیب به خودش و دیگری، و عمل دفع راحت که مدفوع راحت بره. اگر این 2 تا چیز درست بشه، اون 15 تا بیماری رو نمیگیره. اگر این 2 تا چیز خراب باشه، میگیره. و بنابراین یه جایی که بکن و نکن و باید نباید مسئله است. شما البته یه کمی دیر فرستادیش مدرسه، چون باید 2 ساله میفرستادید. حالا به شرایط آن انا بود، میرفت میومد، ولی بخواهیم جا به جا شدیم. خب همون به همین جهت است که میدونید این جا به جایی ها و تغییرات برای بچه ها بسیار مسئله است. بچه هست یه 3 تا ترس طبیعی داره انسان دیگه: زیر پا خالی شدن، صدای ناگهانی، تغییره، هر چیز تازه است، هر چیز متفاوته. چه سنی ریکامند میکنید که بچه باید بره پری اسکول؟ برای بچه اول مثلا پسر 24 ماه، دختر 22، ولی برای بچه دوم 20 تا 22، برای که اونا یه مقدار توانایی هایی دارن، به خاطر این خواهر برادر بزرگتر دارن. من تمام اینا رو تو اون سیدی تون دارم، حالا که فرصت کردید لطفا بشنوید، ولی خودتون نگران نکنید. اگر محیط رو امن و آرام کنید، اگر یک کمی از این باید و نبایداتون کم کنید، اگر این مقدار فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف باید داشته باشید عزیز، و الان مسئله پیدا میکنید. برای اینکه با توجه به ویژگی روانی خودتون که زمینه وسواس دارید، یه مقدار حالا رشته تحصیل و کارتون کار نرم، باید و نبایدی هستید از حرفاتون پیداست، یه ذره آزادی رو براش قائل بشید. عرض کردم مشروط برای اینکه به خودش و دیگران آسیب نزنه، اصلا مهم نیست برای من یه ذره کارش غلط بد اشتباه، اونا نگران کنید. حتی در مورد چشمش که فرمودید که حرف دکترش درسته، حالا 20 دقیقه بیشتر شد، این چیزی نیست که اینقدر محسوس و ملموس غلط و بد باشه. راه باید پیدا کرد که مسئله رو حل کنیم. حالا
امیدوارم اونو بشنوید. اگر مطلبی بود من در خدمتتون هستم. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی متشکرم از راهنماییتون. تشکر. خواهش می‌کنم. خدا تمنام.